در گوشه ای از شهر هرات، یعنی منطقه چوک فرهنگ، جایی که فاصله اندکی با ایستگاه بازرسی دارد، دکانداران محل میگن که افراد مسلح ناشناس با گذشت هر شب در این محل سرقت‌های مسلحانه را انجام میدهند. با این وضع اینجا در هرات بیش از 100 نفر از موبایل فروشان در مقابل ساختمان مقام ولایت در واکنش به افزایش سرقت‌های مسلحانه دست به تجمع اعتراضی زدند. محمود کلالی، وکیل صنف موبایل فروشان در هرات، میگوید طی 15 روز گذشته ارزشی معادل بیش از 100 هزار دلار آمریکایی سارقان از موبایل فروشی ها موبایل به سرقت بردند. شب گذشته نیز به یک پاساژ موبایل فروشی حمله شده است. بیشتر از 4 دکان موبایل فروشی در مرکز شهر واقع چوک گلا که 150 متر بیشتر هم رای قمندانی فاصله نداره، سرقت های مسلحانه و متولی ادامه دار پی در پی حادثه اتفاق میفته. ما امروز به اعتراض مدنی خود شروع کردیم و انشالله ادامه دار خواهد بود. این مظاهره کنندگان مسئولان امنیتی را در امر تأمین امنیت دکانهایشان به بیکفایتی متهم کرده و هشدار میدهند که اگر به خواست آنان رسیدگی نشود دست به اعتراضات گسترده تری خواهند زد. وسط یک سرک این طرف حوزه دوم امنیتی، این طرف حوزه پنجم امنیتی، میگم دوز این طرف حرکت کرد، میگم ما صلاحیت از این نداریم، او به جمع حوزه دوم، این طرف به جمع حوزه پنجم. ما اینجا آمدیم در مقر ولایت هرات که ما امروز بتوانیم که از حقوق ما دفاع بشیم. امنیت نداریم، آمرین حوزه به ما میگن، شما آمر حوزه میگه شما ساعت 9:30 دکان باز کنه، 9:30 صبح دکان باز کنیم، 6:30 هم که نماز شام میشه میگه بیاین دکان ها خود شما بسته کنیم، امنیت شما به جمع ما نیست، از ما خلاص شد. خب ما چیکار کنیم؟ چی قسم دکانداری کنیم؟ در همین حال عبدالاحد ولیزاده، سخنگوی پلیس هرات، با تایید این رویداد میگوید موبایل های یک دکان به سرقت رفته است و سرنخ های نیز برای بازداشت سارقین به دست آمده که به زودی عاملان این سرقت بازداشت و به پنجه قانون سپرده خواهند شد. شب گذشته در داخل یک پاساژ موبایل فروشی به سرقت میره و این هم از طرف شب صورت گرفته بوده و بعد از اینکه پلیس اطلاع پیدا کرد به او ساحر رفتن، ساحر تحت پوشش قرار دادن، همون موقعیتی که دزدی شده بوده او را تیم بررسی ما بررسی کرده، اسناد شواهد و مدارکی هم به دست آمده، افراد و اشخاصی هم تثبیت شدن از طرف پلیس و پلیس در صدد از این تایی که سایر شرکای جرمی و کسانی که اینا دست بیکار زدن اینا را شناسایی و بازداشت بکنه. گفتنی است که در این اواخر سرقت‌های مسلحانه افزایش یافته است. این در حالی است که همواره ساکنان هرات از تداوم این سرقت‌ها ابراز نگرانی کردند، اما آنطور که ظاهرا دیده می‌شود تا کنون در راستای مبارزه با سرقت‌ها در هرات کار مثمر ثمری انجام نشده است.